اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری در قم، کرمانشاه، بهبهان، خرم‌آباد، اردکان و سقز. تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان خرمشهر. درگیری دستفروشان با ماموران سرکوبگر در ایستگاه‌های متروی تهران. اعتراض جمعی از مردم اهواز و فراخوان دانشجویان به تظاهرات در روز 25 بهمن. کارگران و خانواده‌های آنها در شهرهای مختلف کشور از جمله قم، کرمانشاه و خرم‌آباد به طرح ضد مردمی دولت آخوند روحانی برای حذف میلیون‌ها کارگر از دریافت سبد کالاهای دولتی اعتراض کردند. تجمع مردم قم روز یکشنبه 13 بهمن در مقابل اداره کار رژیم صورت گرفت. تجمع کنندگان گفتند حدود 70% کارگران قم از گرفتن این کالاها محروم می‌شوند. روز دوشنبه جمعی از کارگران محروم کرمانشاه در مقابل فروشگاه مائده در بلوار طاق‌بستان محل توزیع سبدهای کالا تجمع اعتراضی برگزار کردند. در خرم‌آباد نیز تجمع مشابهی برگزار شد و نیروهای انتظامی تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کردند. تجمع اعتراضی کارگران معدن چادرملو در اردکان یزد روز دوشنبه نیز ادامه داشت. تجمع کنندگان خواستار آزادی کارگران دستگیر شده توسط رژیم آخوندی هستند. تعداد کارگران دستگیر شده معدن چادرملو به 28 تن رسیده است. اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان همچنان ادامه دارد. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده از 21 روز پیش اعتصاب خود را شروع کردند. بیش از 200 نفر از فرهنگیان و معلمان خرمشهر هفته گذشته در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این شهرستان تجمع کردند و خواهان مطالبات عقب افتاده خود شدند. علاوه بر این جمعی از فرهنگیان خرمشهر به نبودن امکانات اولیه در شهرک فرهنگیان پس از گذشت حدود 1 سال از تحویل واحدهای آن اعتراض کردند. شماری از کارگران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب خرمشهر در مقابل اداره آبفا در این شهر تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده شدند. جمعی از کارگران شرکت کولهایم سقز روز شنبه 12 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است. دستفروشان تهرانی روز یکشنبه 13 بهمن در ایستگاه‌های مترو در توپخانه، دروازه دولت، انقلاب، شریف و صادقیه با ماموران امنیتی و ماموران مترو و شهرداری که قصد جمع‌آوری اجناسشان را داشتند درگیر شدند. مقاومت دستفروشان ماموران سرکوبگر را مجبور کرد محل را ترک کنند. تعدادی از مردم اهواز که گوشی GLX از نمایندگی اهواز خریداری کرده بودند روز شنبه 12 بهمن در مقابل دفتر این نمایندگی تجمع کردند و نسبت به کیفیت پایین گوشی‌هایی که خریداری کرده بودند اعتراض داشتند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وارد صحنه شدند و چند تن از معترضان را بازداشت کردند. دانشجویان غیربومی دانشگاه ایلام در اعتراض به نداشتن خوابگاه بار دیگر تجمع کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه زاهدان طی بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد قیام 25 بهمن 1389 برای تظاهرات علیه رژیم آخوندی فراخوان دادند. در قسمتی از این بیانیه آمده است ما جمعی از دانشجویان زاهدان برای گرامی داشت شهیدان 25 بهمن، سانه جاله، محمد مختاری و حامد نور محمدی در همبستگی با سایر دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه هنر که سانه جاله از دل آنان برخاست، فریاد آزادی و برابری سر می‌دهیم. ما از همه دانشجویان آزادی‌خواه در سراسر ایران می‌خواهیم در روز 25 بهمن بار دیگر جمع شویم و اعتراض خود را علیه هر چه ظلم و حق‌ستیزی است ابراز کنیم.